سلام بر شما، به خبر ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: انتقاد امارات اسلامی از شورای امنیت ملل متحد. شورای امنیت در قطعنامه از تبعیض جنسیتی، حذف زنان از جامعه و نبود زمینه کار و آموزش برای بانوان انتقاد کردند. گفتگوها به معنای به رسمیت شناختن نیست. تعامل با مقام های کنونی افغانستان به معنای پذیرش این سیاست های آنان نیست. برعکس، گفتگو و تعامل روشی است که ما در تلاش برای تغییر این سیاست های آنان هستیم. به نهایت که در افغانستان اسلامی مرد پرستان تجندل و در افغانستان صفحی به افغانان تسپال بانده بحث آنه. ادامه دیدارهای امیرخان متقی با مقام های روسی. سرپرست وزارت خارجه می گوید با گذشت هر روز روابط امارت اسلامی با جهان در حال گسترش است. در گفتگو با مشاور رئیس جمهور روسیه بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و آموزشی تاکید به عمل آمد و باوری بود که افغانستان و روسیه منافع مشترک در منطقه دارند. دلبستگی کازاخستان به سرمایه گذاری در افغانستان. آگاهان میگویند این کشور میتواند راهگشای روابط تجاری میان افغانستان با چین و روسیه باشد. امیدوار هستیم که دو دیدا حجم تجارت ما را بالا ببره و بالخصوص حجم صادرات ما را. و تجلیل از زادروز پیامبر بزرگ اسلام در کشورهای اسلامی. من شمس همانی هستم. وقت شما بخیر. امارت اسلامی میگوید که در نشست شورای امنیت در کنار مسائل دیگر باید درباره به رسمیت شناسی امارت اسلامی نیز گفتگو شود. برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز گذشته خواهان ملغا شدن محدودیت ها بر بانوان در افغانستان شدند. آنان از حکومت سرپرست خواستند تا سیاست هایش را در برابر بانوان افغانستان تغییر دهد. پس از پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان، اعضای این سازمان قطعنامه را درباره اوضاع افغانستان تصویب کردند. در این قطعنامه از تبعیض جنسیتی، حذف زنان از جامعه و نبود زمینه کار و آموزش برای زنان انتقاد شده است. افزون بر این، ما مجدداً از طالبان می خواهیم که بگونه فوری تمام سیاست ها و اقدام هایی را که زنان و دختران را از حقوق بشری و آزادی های اساسی آنان به شمول حق دسترسی به آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، آزادی بیان و مشارکت کامل، برابر، معنادار و مسئول زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محدود می کنند لغو کند. حداقل تا زمانی که نظام اپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان پابرجاست، طالبان به رسمیت شناخته نشده و جایی برای آنان در سازمان ملل متحد وجود ندارد. از سوی هم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو با طالبان را به معنی به رسمیت شناسی آنان نمی‌داند. گفتگوها به معنای به رسمیت شناختن نیست. تعامل با مقام های کنونی افغانستان به معنای پذیرش این سیاست های آنان نیست. برعکس، گفتگو و تعامل روشی است که ما در تلاش برای تغییر این سیاست های آنان هستیم. ما باید با هم و با هدایت صدای زنان و اصول منشور ملل متحد راه را برای حل مشکلات زنان و دختران افغان ترسیم کنیم. ما در گذشته اغلب این صداها را نادیده گرفته ایم. افزون بر مسئله زنان، مسائل هراس افغانی، ایجاد حکومت فراگیر و مواد مخدر از مسائل دیگر بودند که در این نشست روی آنها گفتگو شد. ما به ویژه نگران خطرات موجود در حوزه امنیتی از افغانستان هستیم که برخواسته از فعالیت گروه های هراس افغان در این کشور می باشند. من در این زمینه درباره شاخه داعش خراسان اشاره می کنم. می بینم که این هراس افغانان به گونه عمدی به تشدید اوضاع بد امنیتی ادامه می دهند. اما امارت اسلامی از اینکه در این نشست درباره به رسمیت شناسی امارت اسلامی پرداخته نشد انتقاد می کند. سخنگوی امارت اسلامی می گوید که در این نشست از دستاوردهای امارت اسلامی یادآوری نشد. لازم خدا و سید ملګرو متون په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو او د بندیزونو په لر کېدو همداسې د افغانستان په غصب سو پیسو باندې بحث وسی هغه له غصب نه خلاص شي. او په نهایت کې د افغانستان اسلامي مرد پرستمت پېژندلو او د افغانستان څوکۍ په افغانانو ته په سپارلو باندې بحث سوی وای.
در این نشست پس از سخنرانی نصیر احمد فائق سرپرست کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد نماینده پاکستان به او تاخت و دو طرف تنش‌های لفظی نیز کردند. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید انتقادهای بی بنیاد از سوی کشورهای همسایه روابط میان افغانستان و همسایگان را خدشه‌دار میسازد. شیر محمد عباس استانگزی بار دیگر تاکید میورزد که خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفتن نخواهد شد و مشکلات باید از راه گفتگو حل شوند. از سوی هم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید امارت اسلامی خواهان داشتن روابط نیک با همه کشورهاست. معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم درباره روز گردشگران در جهان میگوید که مقصر شمردن افغانستان از سوی کشورهای همسایه برای جلب رضایت قدرت‌های جهان راه حل منطقی نیست. شیر محمد عباس استانگزی می‌افزاید که انتقادهای منفی سبب خواهد شد تا روابط میان افغانستان و کشورهای همسایه خدشه‌دار شود. انتقادات در هر جا و در هر محفل و در هر کنفرانس و اتهامات بیجا به مورد این سبب عظیم میشه که خدا ناخواسته روابط بین کشورها تیره شود، روابط بین کشورها خراب شود و این به نفع یکی از ما و شما هم نیست. موږ نور غواړو چې نور د خلکو څخه ستونزې پورته سي، نه په خپل ملک غواړو نه د بل چا په ملک ستونزه غواړو. موږ غواړو کوم خپل ولس دي، کوم ګاونډیان دي چې د هغې ډېر شیان ډېر مشترکات سره لري، غواړو د ټول دپاره اسانتیاوې راولو. از سوی هم معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه آمار می‌دهد که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از 4000 گردشگر خارجی از بخش‌های مختلف افغانستان دیدن کردند. مهاجر فراهی از جهان می‌خواهد تا در بازسازی آبدات تاریخی و باستانی امارت اسلامی را همکاری کند. اسلامی امارت در اطلول سرا چلور زر دو سوا بحرانی سیلانیان چه ده بیلا بیلو هیوادون سر تراو و تعلق در لوده ده هیواد ده بیلا بیلو سیمو سیلیدن کری. در همین حال برخی از نمایندگان گردشگران از مقام های امارت اسلامی برای حل چالش هایشان خواست هایی دارند. اونایی که خلافکاری میکنه هم بشناسن از صحنه دور کنن تا نام مسئولین شرکت ها در لیست سیاه قرار نگیره، همه به اتهام گرفتار نشن. وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان می‌افزاید که برای سهولت بیشتر گردشگران کار بالای ساخت هتل‌های عصری در ساحات تفریحی و تاریخی آریوب زازای پکتیا، صیاد کاپیسا، نورستان و غرجریان دارد. امیرخان متقی میگوید با گذشت هر روز روابط امارت اسلامی با جهان در حال گسترش است. سرپرست وزارت خارجه که در مسکو به سر میبرد میافزاید اکنون امنیت در سراسر کشور تأمین است و نگرانی های جهان نیز در این باره حل شده. آقای متقی و هیئت همراهش با برخی از مقام های روس نیز دیدار کردند و درباره مسائل اقتصادی، بازرگانی و بهبود روابط میان کابل و مسکو سخن گفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه که به روسیه رفته است پیش از شرکت در نشست فرمت مسکو میگوید که حکومت سرپرست با برخی از کشورهای جهان روابط دیپلماتیک برقرار کرده است و با گذشت هر روز روابط امارت اسلامی با جهان در حال گسترش است. اکثر هیوادو سرم دیپلماتیک اړیکی ډیر خې دي، بلکې ورس پورس وده کوي، ورس پورس په مخ ځي. داسې په افغانستان کې الله تعالی په 15 کال وروسته امنیت راوست. د افغانستان خاوره، د افغانستان گاونډیان، د ټول افغانستان په امن سو. آقای متقی با مشاور رئیس جمهور روسیه نیز دیدار کرد و مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی از مسائل بودند که دو طرف روی آن گفتگو کردند. روسیه کې د موږ تاسو ته سفارت مسئولیت جوړیږي چې تجارانو ته سهولتونه برابر کړي تر څو په دې برخه کې لا ښې لاسته راوړنې ولرو. همداسې افغاني محصولات تر روسیې پورې راورسوو. تر گفتگو با مشاور رئیس جمهور روسیه بر گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و آموزشی تاکید به عمل آمد و باوری بود که افغانستان و روسیه منافع مشترک در منطقه دارد. بنابراین ضرور است که همکاری ها در حوزه های مختلف توسعه پیدا بکند. قرار است تا کمتر از دو روز دیگر نشست فرمت مسکو با شرکت هیئت امارت اسلامی در کازان برگزار شود.
از زاد روز پیامبر بزرگ اسلام امروز در کابل و برخی از ولایت های دیگر تجلیل شد. برخی از عالمان به مناسبت این روز بر پیروی از راه و روش پیامبر بزرگ اسلام تأکید می ورزند. اینجا در یکی از خانقاهای کابل برخی از عالمان دین و شهروندان کشور گرد آمدند و زاد روز پیامبر بزرگ اسلام را گرامی می دارند. پیغمبر در مدینه می کارنامه درخشان در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی، در ابعاد مختلف بر مردم الگو است. سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر جوانان خوش پسر چه دختر اونا تذکر بدیم و اونها را معذف بسازیم که اونا سیره مبارک نبی علیه السلام مطالعه کنن و سیره صحابه مطالعه کنن و زندگی خود بر سیره و طریقه منور و مبارک نبی علیه السلام آراسته بگردان. همزمان با این برخی از باشندگان پایتخت میگویند که همه ساله با ختم و خیرات از این روز گرامی داشت میکنند. خیر و خیرات در موجتا دیگه به نامش میکنند که میلاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم به خاطر از این که در این روز هم به دنیا آمده و هم از دنیا رحلت نموده. اخوت بین مسلمان ها و بین مذاهب اسلامی در میان بیه و در این روز وظیفه علما است که مردم منسجم بسازه در هر جایی که هستن و اختلافاتی که در بین مسلمان هاست باید در این روز از میان برداشته شود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 12 ربیع الاول سال 570 یا 571 میلادی چشم به جهان گشود. پیامبر بزرگ اسلام با عمر 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد و پس از 23 سال پیامبری با عمر 63 سالگی از جهان رحلت کرد. از میلاد نبی همه ساله در افغانستان و کشورهای اسلامی دیگر در سراسر جهان بزرگ داشت می شود. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 18,000 تن به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند. وزارت صحت هم میگوید شمار مبتلایان به این بیماری در 2 ماه گذشته کاهش یافته. همزمان برخی از بیماران کووید 19 از آنچه که نبود امکانات بهداشتی میدانند شکایت دارند. ناصر 57 ساله از بغلان به کابل آمده است. او میگوید که مصاب به بیماری کووید 19 است و از 10 روز به این سو از بهره درمان در بخش کووید 19 شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن بستری شده است. وقتی که ما آمدیم تا دروازه شفاخانه را تا 10 قدمی از 10 قدمی بالا آمده نتوستم ویلچر اول مقصد در داخل شفاخانه قد ویلچر مرا بود. نفس سنگی بریم پیشوست. باید به خانه که افتاده بودم دیگه نفهمیدم و یک وقت دیدم که ما به شفاخانه است. در همین حال مسئولان شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن میگویند که در ماهای اخیر بیماری کووید 19 سیر افقی داشته و در یک ماه پسین از میان 219 آزمایش 9 آزمایش آن مثبت بوده است. شلو شاوخوا که بیستر ناروغان لرو چه په تیره میاشت که 219 کسانو د کووید تست مورده کرده و چه لاغین یوازی 9 کسان مثبت بو او د سراپا په شکل باندې ناروغان مونږ ته راځي. آمد زمستان هسته هر از علای میز بانز لزوکام و بسات امیانه فلو و دیگه امراض که سی و بیری نفسنگی های که آسم که مریضایی که سابقه می داشته باشه دیگه زمان زیادتر می شود. از سوی هم وزارت صحت عامه می گوید که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 18,000 واقعی مثبت این بیماری در کشور به ثبت رسیده است. په 2023 کال کې موږ په ټول هیواد کې تقریبا 3,000 واقعیات لرو چې هغه د کرونا مثبت واقعیات دي. البته په 2022 کال کې دغه واقعیات نږدې 15,000 ول نسبت مخکې ته واقعیات راکم شوي دي. سږ کال هم واقعیات په اپریل او مې میاشت کې څو اندازه پورته شوي ول چې په میاشتنی شکل باندې په اپریل میاشت کې د 15,000 په شاوخوا کې ول. همداسې بیا د مې په میاشت کې 6,000 واقعیات ول. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه و سازمان جهانی بهداشت از سال 2020 میلادی تا اکنون 225,000 تن به این بیماری مصاب و 7,800 تن از بهر این بیماری در کشور جان باختند. یک بار دیگر خوش آمدید. قزاقستان میخواهد در همکاری با سکتور خصوصی افغانستان روی بخش‌های گوناگون سرمایه گذاری کند. به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری قرار است بازرگانان و سرمایه گذاران قزاقستانی نمایشگاه های صنایع تولیدیشان در ولایت های کابل، بلخ و قندهار را نیز راه اندازی کنند. همزمان با این برخی از آگاهان اقتصادی به این باورند که قزاقستان میتواند راه گشای
روابط تجاری میان افغانستان با چین و روسیه باشد. نشست دو جانبه بین سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان به همکاری وزارت صنعت و تجارت به هدف جلب سرمایه‌گذاری بیشتر در کابل برگزار شد. در این نشست نمایندگان سکتور خصوصی دو کشور از سرمایه‌گذاری روی تجارت نوشابه‌های غیر الکلی، مواد معدنی، کود کیمیاوی، باتری موتر، رخت و نساجی، مواد نفتی، آرد و گندم و سایر موارد گفتگو کردند. کالاهایی که اونا در قزاقستان تولید داشتند، اونا را پیشکش کردن و همچنان تاجرها و صنعتکارای ما هم چیزایی که ما در افغانستان داشتیم و اونا پیشکش کردن. امیدوار هستیم که دید و دیدا حجم تجارت ما را بالا بباره و بالخصوص حجم صادرات ما را. بر بنیاد گفته این وزارت، هیئت قزاقستان همچنان در این دیدار گفته است که افغانستان از نگاه ترانزیت با قزاقستان نزدیک است و میخواهد غرب افغانستان را با غرب کشور قزاقستان وصل نمایند. یکی از موارد مهم و عمده که میتونه قزاقستان به افغانستان کمک بکنه زمینه سازی برای انتقال کالاهای تجارتی افغانستان به بازارهای بزرگ جهانی مثل بازارهای روسیه و چین است. سکتور تجارت افغانستان از این فرصت باید استفاده بیشتر بکنه. با گفته وزارت صنعت و تجارت، در این دیدار آرمان یاسین تایوب و نمایندگی از سکتور خصوصی قزاقستان از تلاش کشورش برای برگزاری نمایشگاه‌ها در ولایت‌های کابل، بلخ و قندهار خبر داده، تأکید کرده است که قرار است در آینده‌های نزدیک نمایشگاه صنایع تولیدی افغانستان در قزاقستان و نمایشگاه محصولات قزاقستان در افغانستان را دایر کنند. نمایشگاه ها را اگر برام اندازن یا از او کشور به کشور ما و شما یا از کشور ما به کشور دوست، بر علاوه که مزایای بر دو طرف داره، به خاطر اعتبار دهی به جامعه اقتصادی یک کشور بسیار مفید است. قرار است این هیئت به ولایت های هرات، بلخ و قندهار نیز سفر کنند و با برخی از بازرگانان و سرمایه گذاران دیدار و گفتگو داشته باشند. عفو بین الملل خواهان رهایی مطیع الله ویسا و ندا پروانی شده. این نهاد در صفحه اکسش نگاشته که بیش از 6 ماه از بازداشت مطیع الله ویسا می گذرد، اما تا اکنون از سوی امارت اسلامی رها نشده. در ادامه واکنش ها به بازداشت مطیع الله ویسا، فعال عرصه آموزش و ندا پروانی، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت سرپرست می خواهد تا هرچی زودتر این دو تن را آزاد سازد. این سازمان همچنان از حکومت سرپرست می خواهد تا به این بازداشت های خودسرانه نقطه پایان بگذارد. خانم ندا پروانی هست و قبل از هم آقای مطیع الله ویسا و مرتضی بهبودی و شمار زیاد دیگه از فعالین و یا از کسایی که منتقید کار کرد و منتقید پالیسی های تبعیض آمیز طالبان بودن دستگیر شدن. ما خواستار متوقف شدن دستگیری ها و ناپدید شدن های اجباری هستیم. همزمان با این، برخی از بستگان ندا پروانی فعال عرصه حقوق بانوان نیز از حکومت سرپرست خواهان رهایی هرچی زودتر او هستند. ندا پروانی به تاریخ 28 سنبله امرا با شوهرش و طفل 4 سالش از ساحه خیرخانه ساعت 9 صبح گرفتار می شود تا امروز از خانم ندا پروانی هیچ خبری نیست. از سوی هم شمار نمایندگان سازمان ملل و فعالان جامعه مدنی در مقر این سازمان خواهان رهایی ندا پروانی شدند. من به شدت نگران دستگیری اخیر ندا پروانی و خانوادش هستم و این عکس اوست و خواهان آزادی فوری او هستم. اما امارت اسلامی میگوید با افرادی که فعالیت های عادی ندارند برخورد قانونی می شود. کسی تشویش نداشته باشه، امارت اسلامی افغانستان می رازی یک مسئول و ارگانی که در قبال مردم امنیت خود مسئولیت داره. گاهی وقت کسای مشکوک، کسای که خدای نخواسته فعالیت های غیر نرمال دارن، ما آنها باید تنبیه کنن و آنها توقیف کنن و امنیت و نظم را حفاظت کنن. با گفته خانواده مطیع الله ویسا، او 6 ماه پیش از سوی امارات اسلامی در کابل بازداشت شد. دوباره خوش آمدید. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان و نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، پاکستان و ایران خواهان کمک‌های بشری به افغانستان شدند. اما معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل میگوید طالبان محیط ارائه کمک های بشری را دشوار ساخته.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان به شمول نمایندگان برخی از کشورها در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغانستان کردند و گفتند از 3.2 میلیارد دلار درخواست شده از بهره کمک به افغانستان تنها 28% آن را دریافت کردند. همانطور که زمستان به سرعت نزدیک می شود، زندگی بیشتر افراد در معرض خطر قرار دارد. این بدان معناست که 15.2 میلیون افغانی که اکنون با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند، ممکن است در ماه‌های آینده با قحطی روبرو شوند. بریتانیا از ماه اپریل سال 2021 میلادی بیش از نیم میلیارد دلار برای رسیدگی به بحران بشری در این کشور کمک کرده است و ما از کشورهای عضو می‌خواهیم تا جایی که می‌توانند پشتیبانی خود را از مردم افغانستان افزایش دهند. از سوی هم معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد از طالبان می‌خواهد تا در کمک‌های بشری مداخله نکنند. طالبان یک محیط عملیاتی دشواری را برای شرکای خود که کمک‌های نجات بخش را به مردم افغانستان ارائه می‌کنند ایجاد کرده است. هر گونه مداخله یا انحراف در کمک‌های بشردوستانه به گونه کامل غیر قابل قبول است. اما وزارت اقتصاد میگوید که امارت اسلامی در توزیع کمک‌ها اج گونه مداخله ندارند. امارت اسلامی هیچ نوع مداخله در توزیع کمک‌ها ندارد. تقاضای ما از نهادهای امدادی و جامعه بین‌المللی است که کمک‌ها را در اختیار مردم افغانستان قرار بدهند و ما با نظارت و شفافیت تمام تلاش می‌کنیم که کمک‌ها در اختیار هموطنان عزیز ما قرار بگیرد. از سوی هم سفیر چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد یک بار دیگر از ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را بدون قید و شرط آزاد بسازد. ما بار دیگر از مقام های ایالات متحده آمریکا می خواهیم که دارایی های مسدود شده افغانستان را به گونه فوری، کامل و بدون قید و شرط به این کشور بازگرداند و بهانه بیشتری برای تأخیر در آزادسازی این پول های مسدود شده افغانستان پیدا نکند. در حال شمار از کشورها تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغانستان می‌کنند که برخی از نهادها از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و گفتند که بین می تا اکتبر 2023 میلادی 15.3 میلیون تن در افغانستان به شدت با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. ادامه خبر دست تولونیوز. یک آموزشگاه خیاطی از سوی یک بانو به همکاری یک بنیاد خیریه یک گشایش یافت. مسئولان هدف از ایجاد این آموزشگاه را فراهم کردن زمینه کار و آموزش برای بیش از 100 زن و دختر می‌داند. همزمان با این برخی از بانوان ایجاد چنین آموزشگاه را بر بانوان می‌ستایند. یک بانو با همکاری یک بنیاد خیریه با ایجاد یک آموزشگاه خیاطی برای بیش از 100 بانوی دیگر در پایتخت زمینه کار و آموزش را فراهم کرده است. مسئولان این آموزشگاه هدف از ایجاد این آموزشگاه خیاطی را کمک به بانوان که از کار و آموزش به دور ماندند عنوان می کند. بیش از 100 بانو ایجاد کار برشان فراهم شده، چون هدف ما این است که بانوان خودشان یک چیز را بیاموزه و کار یاد بگیره، خودشان سر پای خود استاد شود. ما خواستیم که از اینکه شرایط وطن ما یک شرایط اساس است، یک زمینه را برای بانوان افغانستان ایجاد کنیم که اینا بتانند خودشان به خودکفایی برسند. کبرای 17 ساله میگوید که به علت چالش های اقتصادی و نبود زمینه کار و آموزش به این جا آمده تا ثبت نام کند. او از ایجاد این گونه آموزشگاه ها بر بانوان ابراز خرسندی میکند. به خاطر که امارت اسلامی مکتب مکاتب برای دختران افغان بسته کردن و ما هم که بیکار بودیم از این فرصت استفاده کردیم و اینجا آمدیم در این کارگاه کار میکنیم. همزمان با این برخی از بانوان که از بهره کار و آموزش به این آموزشگاه آمدند، از حکومت سرپرست میخواهند تا زمینه کار و آموزش را به آنان فراهم کند. برای خانم ها ایجاد شغل میکنه و همچنان برای خانم ها اجازه میده که در جامعه فعالیت کنه و همچنان یک مصروفیت ایجاد میکنه بر دختر خانم ها و خانم هایی که فعلا بیکار در خانه نشسته. هیچ کشور بدون دختر یا خانم باسواد پیشرفتی نداره. به گفته مسئولان قرار است در این آموزشگاه دانش آموزان، دانشجویان و بانوان که سواد ندارند در بخش های سواد آموزی خیاطی و بخش های گوناگون نیز آموزش ببینند.
رسانه های پاکستانی از تصمیم تازه حکومت سرپرست پاکستان درباره اخراج بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان از این کشور خبر داده. همزمان شمار از مهاجران افغان که تازه به کشور برگشته اند نظامیان پاکستانی را به نقض قوانین بین المللی بشردوستانه درباره مهاجران متهم می سازند. از سوی هم معین سیاسی وزارت خارجه نیز از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان می خواهد که از آزار و اذیت مهاجران افغان در کشورشان خودداری کنند. این خانواده ها که به گفتهشان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند، پس از ثبت نام و دریافت کمک در اداره مهاجرت در شهرک ترخم به مناطق اصلیشان برمیگردند. برخی از این مهاجران از برخورد نامناسب، آزار و اذیت و شکنجه از سوی نظامیان پاکستانی شکایت میکنند و میگویند که در پاکستان به بهانه های گوناگون از آنها اخاذی نیز میشد. زمون د افغانانو د زنانو د سیاسرو راس بندخانی پیدا کړي. قسم می ده په خدای چې وهل تکول څکه هغه لوبې کېږي چې هغه لوبې په خدای په کتاب کې نشته. په کورونو یې مرته چاپی وایي، په سړک کې هم نیسي، په دوکان کې هم نیسي، په کاروبار هم پرې بند کړ، بد ورځې پرې باندې شروع کړې. موټر سایکل یې هم رانه په نیمه بیا هلته لاړلې، موټر یې رانه لاړې، د چا چې کاروبار و هغه ته لاړ، چې چا مزدوري کوله هغه داسې راغله چې تش هغه بار او بستر او چې کوم زول تر پړو دغه هم راپشا کړي منګه راو. رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که به تازگی حکومت سرپرست این کشور تصمیم بر اخراج 1.1 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان از خاک این کشور گرفته است. اما معین سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان می خواهد که به آزار و اذیت مهاجران افغان پایان دهند و با آنان بر بنیاد قوانین بین المللی رفتار کنند. سفیر صاحب و دیپلماتان موجود زمنګ د ورورګلوی خواهش هم دغه دی چې زمنګ مهاجرینو سره اسلامی اخلاقی او په ملي معیار د مهاجرت باندې هغه سره رفتار وکړي چې کوم انسان سره لازم دی او کیږي. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجران و برگشت کنندگان، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در حدود 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند. از روز جهانی گردشگری در برخی از ولایت‌های کشور گرامی داشت شد. مسئولان محلی ولایت‌های بدخشان و بلخ می‌گویند در یک سال پسین بیش از 125 هزار گردشگر داخلی و خارجی از جاذبه‌های تاریخی و تفریحی این ولایت‌ها دیدن کرده‌اند. از سوی هم شماری از فعالان فرهنگی از امارت اسلامی خواستار مرمت و بازسازی آبده‌های تاریخی و همچنان فراهم کردن سهولت‌ها برای گردشگران هستند. 27 سپتامبر برابر است با روز جهانی گردشگری. از این روز در برخی از ولایت‌های کشور نیز گرامی داشت شد. مسئولان محلی و فرهنگیان ولایت‌های بلخ و بدخشان میگویند که در یک سال پسین بیش از 125 هزار گردشگر داخلی و خارجی از مکان‌های باستانی و جاذبه‌های تفریحی کشور دیدن کردند. تعداد زیادی از گردشگرهای داخلی و خارجی را در بدخشان داشتیم که اگر گردشگرهای داخلی و خارجی را به بدخشان بگیریم همش جمع کنیم در حدود شاید بیشتر از 25 هزار گردشگر خارجی و داخلی به بدخشان آمده باشند. ما امسال در بلخ حدود 1100 گردشگر خارجی داشتیم که تقریبا 50 هزار دلار ما مستقیم به امارت یا به نفر رسیده یا به بودجه امارات منفعت رسیده و حدود 500 هزار یا بیشتر از 500 هزار دلار غیر مستقیم به بازار و هتل ها و چیزا منفعت رسیده. یک سیاحه میایه موتر ضرورت داره، هتل ضرورت داره، نان میخوره، سیاحت در منطقه ما و شما میره، با 4 نفر 2 نفر همکار یا راهنما برش ضرورت داره، برش ماش میده. شماری از فعالان فرهنگی از مسئولان امارت اسلامی خواستار مرمت و بازسازی مکانهای تاریخی و همچنان فراهم کردن سهولتها برای گردشگران در داخل کشور هستند. در حفظ و نگهداشت آبیدات تاریخی و جاذبه های گردشی توجه بسیار جدی بکنند و همچنان زمینه را برای جذب سیاحان بین المللی و گردشگرانی در اون کشوری فراهم بکنند. باید روی این که جاذبه های توریستی به تمام سیاحین جهان معرفی شوند، برنامه های عملی و برنامه های خوبی داشته باشند. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی و تامین شدن امنیت، در 2 سال پسین بیش از 4000 گردشگر خارجی از مکانهای تاریخی و تفریحی کشور در ولایت های گوناگون دیدن کردند.
شماری از خانواده های سیلاب زده در میدان بردک می گویند که از بحر نبود سرپناه با چالش های زیادی روبرو هستند. به گفته آنان هرچند سرپرست وزارت داخله هنگامی بازدید با آنان وعده ساخت سرپناه داده بود، اما تا اکنون در این راستا هیچ گام عملی برداشتن نشده. سوی هم والی میدان بردک می گوید به دستور سرپرست وزارت داخله برای ساخت 64 خانه زمین را اختصاص داده و به زودی کار عملی آن را آغاز خواهد کرد. روستای تکانه در مربوطات ولسوالی جلریز میدان وردک. نزدیک به دو ماه پیش این روستا گواه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر بود که افزون بر تلفات جانی زیان های هنگفت مالی را بر جا گذاشت. باشندگان این روستا می گویند که اکنون در دامنه های کوها زیر چادرها زندگی می کنند و گفته آنان افزون بر نبود سرپناه، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی از چالش های دیگر فراراهشان است. از فامیل ما 21 نفر شهید شدند. دیگر حال فعلا مشکل اونده ما که هست فقط سرپناه است. برای ما خلیفه صاحب آمد وعده کرد شاید کارا جریان داشته باشه. این حال در خیمه زندگی میکنیم. همین ضرورت زیاف که نمیال داریم به سرپناه ضرورت داریم. این مردم هم میبینه کلی در خیمه مونده میده. این هوا هم سرد شده. هوا که سرد شده دیگه از این باد خود بخیر و درست قید شده میره. این سیلاب زدگان همچنان میافزایند که سرپرست وزارت داخله هنگام بازدید با آنان وعده ساخت سرپناه را داده بود، اما تا کنون کار عملی ساخت سرپناه آغاز نشده و از ادارات مسئول در این راستا خواستار برداشتن گام‌های عملی هستند. هوا رو به سرد شدن است و هوا بسیار سرد هم شده. طفل‌ها هر روز مریض میشه. امارت اسلامی نمی خواهش داریم که هر چیز زودتر توجه کنه برای خانه ما. سرپناه نداریم سیب نظامیستان شد. والی میدان وردک میگوید که به دستور سرپرست وزارت داخله جهت ساخت 64 خانه گام های ابتدایی را برداشته و وعده می دهد که به زودی کار عملی آن را آغاز خواهند کرد. دی کورنوی چارو وزیر سیب راغلی و دخپل نینیزدی نکتن وکرلا ساغه دی دوی دی سرپناه جوړول دی کورونه ورته. نو انشالله زر تر زر با د دوی ته اغمزکه آیتان موږ ورلیږلی و اغمزکه ورته توضیح سوی ده او زر تر زره به انشاءالله د کورو د سرپناه دغه مشکل مرته حل سي. از اثر سیلاب های پسین در میدان وردک بیش از 50 تن کشته و زخمی شدند و افزون بر آن ده ها منزل مسکونه و هزاران جریب زمین کشاورزی و باخارا از بین بردند. باشندگان ولسوالی سمکنه پکتیا میگویند که در تناسب به نفوس امکانات اندک بهداشتی به این ولسوالی اختصاص یافته. مسئول شفاخانه این ولسوالی نیز چالش های موجود را میپذیرد و میافزاید که امکانات بهداشتی به اندازه نفوس یک ولسوالی به آنان داده میشود، اما بیماران هفت ولسوالی به این شفاخانه مراجعه میکنند. ولسوالی سمکنه پکتیا یکی از ولسوالی های پرنفوذ و مرکز هفت ولسوالی دیگر این ولایت است. باشندگان این ولسوالی و ولسوالی همجوار از کمبود امکانات بهداشتی در شفاخانه این ولسوالی شکایت دارند و میگویند که امکانات فعلی نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های همه بیماران باشد. نور دوایش و مقصد دا شپانی دا چه کم مریض را رو نو آقا کم دوایش چی دلتا نه پیدا کی که دی بخار نه را رو ما امکانات چی دلتا دی دم مگ دی دیده خو خال که پار که پیت نه که دا چی دی و تا ولسوالی دی دلتا پا ولسوالی که پرسونال کم دا مشکلات زیاد دی. مسئول شفاخانه ولسوالی سمکنه می گوید که همه روزه در حدود 800 بیمار از هفت ولسوالی به این شفاخانه مراجعه می کنند و به علت کمبود دوا و دیگر امکانات آنان نمی توانند به همه بیماران رسیدگی کنند. یو سرحدی ولسوالی ده، چون یوازې د دې شفاخانه شاوخوا یو ولسوالی نه تقریبا اوه ولسوالی دی چې دلته مراجعه کوي، دغه کسان مراجعه کوي. نو زموږ هغه خدمات چې کېږي یا هغه د سهولتونه یا دواګانې چې راځي یوازې د دوی ولسوالۍ پورې غرځي. دا امکانات کم دي او دغه شفاخانه چې ده دا د یو ولسوالۍ مربوط نه ده، بلکې هم د یو ولایت حیثیت لري. از سوی هم رئیس صحت عامه پکتیا نیز میپذیرد که مراجعه بیماران به این شفاخانه بیشتر است و آنان تلاش دارند تا به همکاری نهادهای مددرسان به چالش های موجود در این شفاخانه رسیدگی کنند. در چه پسم کنه ولسوالی دی ایچ رختون که در نور رختونون فشار زیاد ده نو پده برخه که مورد خاص توجه ده. در چه ریاست زما در اتک تقریبا دو اونه کیگی
نو په جریان د دوو اونیو کې مو د څمکنۍ ولسوالۍ د ډي ایچ روغتون موجوده ستونزې مو یاداشت او په نظر کې نیولې دي. ولسوالی څمکنۍ در 75 کیلومتری شهر گردیز موقعیت دارد و بیشتر باشندگان ولسوالی های دنده پتان، جانی خیل، لجمنگل، احمد خیل و میرزکه نیازهای اولیهشان را از بازار همین ولسوالی تامین می کنند. باشندگان هلمند میگویند با آنکه بهای دلار در برابر افغانی کاهش یافته اما در بهای مواد خوراکی و نفتی هیچ تغییری نیامده. سوی هم سخنگوی شهرداری هلمند میگوید با در نظر داشت نرخها نرخنامه را به دکانداران در این ولایت توزیع میکنند و هیچ کسی حق گرانفروشی را ندارند. باشندگان هلمند از بلند بودن بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنان بهای این مواد با گذشت هر روز افزایش می‌یابد و آنان توان خریداری آن را ندارند. گوری دی دغه سپورت دی چا وی دی دغه سپورت دی بورا دغه سپورت ته د کمبار دی کوم ار تو کور دی که ار شه دی کوم چیر ډاکټر دی نه کوم ډاکټر دی هم دغه چوار سیوان او صورت ته د دی هغه لزر 15000 کله لسته کیږي ډالر د خپل پر اندازه ولاړ دي. د سو کې نست چې کمیسون یې نست چې دی ولې په خپل پر اندازه په لښت ته کیږي نرخ یې نست چې پورته سکشته سي پر هغه اندازه ولاړ دي. داسې دی چې ډالر چې کښته سي خلک داسې دی دا د اوس تحولاتي بازار دی. داسې یو دم خلک زړه نه شي کوي چې شی را کښته کړي ځکه وایي بیا به پورته ولاړ سي. از سوی هم سخنگوی شهرداری هلمند میگوید که از نرخها در بازارهای این ولایت به گونه جدی نظارت میکنند و برای کنترل و جلوگیری گرانفروشی نرخنامه ها را ترتیب و برای دکانداران توزیع میکنند. ما په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون لرو چې د نرخونو کنټرول ترسره کوي او په ښار کې د خوراکي اولیتو لپاره په هرو 15 ورځو کې یو نرخنامه ترتیبیږي. زموږ نرخونه در کندهار هم کښته دي او تر کابل هم کښته دي. دا موږ ارزیابي کړې ده که یوه ډبه غوړي دي چې په هلمند کې څومره او په کندهار کې د هلمند دوکانداران او د هلمند تجاران په ډېره کم اندازه ګټه باندې کار کوي. باشندگان هلمند میگویند که از یک سو بلند بودن بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی و سوی دیگر نبود کار آنان را با چالش های زیاد روبرو کرده اند و به همین علت بیشتر جوانان از بهر نبود کار به گونه غیر قانونی راهی کشورهای دیگر می شوند. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ کندهار میگویند که نسبت به گذشته فعالیت های فرهنگی و ادبی در این ولایت رونق یافته اما برخی از شاعران و نویسندگان این ولایت خواستار همکاری حکومت سرپرست در زمینه چاپ آثارشان هستند. اینجا در ولایت کندهار شاعران و نویسندگان این ولایت هفته یک روز جهت تلاش های ادبیشان گرده هم می آیند. این شاعران و نویسندگان شعرها و پارچه های ادبیشان را برای نقد و بررسی به خوانش می گیرند. ز سایل های تو دیگر ترک ترک شده است، کسی که محو تماشای دخترک شده است. چاپ په برخه کې و د داسې غونډو جوړولو او د ځوانانو د هڅې لپاره، د ځوانانو د ذهن د جوړولو لپاره او د هغه د ذهنیت د روښانه کولو لپاره ځینې پروګرامونه په کار ولوي. اعضای این مرکز ادبی میگویند که بیشتر شاعران و نویسندگان در کندهار به علت چالش های اقتصادی توان چاپ آن را ندارند. این شاعران و نویسندگان از امارت اسلامی خواستار همکاری در این راستا هستند. اسلامی امارات سمو دا غوښتنه ده چې دیوم دیو څه کومک ته خلکو سره وکي. کومک می مطلب دا دی چې د دې کتابونو ورته چاپ کی او آثار ورته چاپ کی. د وزارت څخه دا غوښتنه ده، د ملي تجارانو څخه مو غوښتنه ده چې زموږ د نوو ځوانانو هغه کومې فرهنګي او شاعرانه هڅې د چاپ په ګڼه سنبال. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار از افزایش 30% تلاش های ادبی در این ولایت خبر می دهد و از تلاش ها به هدف چاپ آثار شاعران و نویسندگان اطمینان می دهد. ادب په برخه کې تقریبا کوو ایو د پخوا په پرتله یو څه 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه ځکه چې مخکې د ولسوالۍ څخه هغه شاعران او ترنموین کې نس راتللی، نو اوس دی په آزاد ډول راتللی سي او هر وخت راځي. هم اکنون در شهر کندهار و ولسوالی های این ولایت 7 مرکز ادبی فعالیت دارد که در جریان هفته نشست های ادبیشان را برگزار می کنند.
ملی پوش پیشین رشته مشت زنی افغانستان برابر حریف خود از ترکیه بر رنگ مبارزه می رود. علاداد رحیمی عضو پیشین تیم ملی مشت زنی و در حال حاضر پناهجوی کشور جرمنی در 30 سپتامبر ماه روان میلادی بالای کمربند قهرمانی به سطح آلمان برابر حریف خود از ترکیه قرار می گیرد. آقای رحیمی می گوید از شرایط خوب تمرینی و آمادگی برابر حریف ترکش برخوردار است. علاداد رحیمی عضو تیم ملی پیشین فدراسیون مشت زنی افغانستان تا کمتر از 2 روز دیگر برابر حریف آلمانیش به رنگ مبارزه می رود. این مشت زن پناهجوی کشور مقیم جرمنی می گوید که رقابت او بالای کمربند قهرمانی به سطح آلمان با یکی از مشت زنان ترکیه در 30 سپتامبر ماه روان میلادی در شهر برلین جرمنی برگزار می شود. سپتامبر مسابقه ما از 29 وزم کشی است. وزم دارم. عارف ما از کشور ترکیه هست. کلان شدش در آلمان است. حریفم ریکاردش 12-0 است. این ملی پوش پیشین رشته مرسنی می گوید که از تدابیر خوب آمادگی برابر حریفش برخوردار است. آقای رحیمی می گوید که برای کسب کمربند قهرمانی در 10 راوند مقابل حریف ترکیش مبارزه می کند. با گفته علاداد رحیمی اگر او این نبرد را برابر حریف ترکش در 30 سپتامبر ماه روان میلادی پیروز شود، در رده‌بندی جهانی مشت زنی نیز صعود خواهد کرد. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر ده. از همراهیتون سپاسگزارم. شب بخیر.